هنگامی که جنگ دوم جهانی شعله ور شد، یکی از جبهه‌ها شمال آفریقا و از جمله خاک لیبی بود. در بهار 1941، ژنرال ریول، فرمانده نیروهای بریتانیایی در شمال آفریقا، با کمک کشورهای دومینیون توانست نیروهای ایتالیایی را از لیبی عقب براند. هرچند هیتلر با فرستادن ژنرال اروین رومل و سپاه او تلاش کرد به متحد خود ایتالیا کمک کند، اما در نهایت ژنرال رومل نیز شکست خورد. در سال 1949 در تقسیم بندی جدید جهانی بین قدرت‌های استعماری، بار دیگر اداره لیبی به ایتالیا سپرده شد. اما در 21 نوامبر همان سال، سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصدیق کرد که بر اساس آن می‌بایست تا پیش از اول ژانویه 1951 به لیبی استقلال داده می‌شد. این مرد که پیاپی با بالا بردن دست سعی در نشان دادن احساسات خود می‌کند، ادریس یکی از بزرگان قبایل لیبی است. او در 24 دسامبر 1951 استقلال لیبی را اعلام کرد و خود را پادشاه این سرزمین نامید، سلطان ادریس. سال 1959، کشف ماده چرب و سیاه در بیابان‌های لیبی، این کشور را از کشوری بسیار فقیر به یک کشور بسیار ثروتمند تبدیل کرد. نفت. توجه کشورهای صنعتی به لیبی جلب شد. انگلستان در کلان برنامه متعددی در لیبی شرکت کرد و بزرگترین صادرکننده سلاح به لیبی شد. این عکسی از پایگاه بزرگ هوایی آمریکا در لیبی دوران سلطان ادریس است. این تصاویر پرواز هواپیماها را از این پایگاه هوایی در سال 1964 نشان می‌دهد. اما تمرکز قدرت و ثروت در دستان سلطان ادریس، همچنین تأثیر جنبش ملی جمال عبدالناصر، افکار مردم لیبی را به ضد حکومت سلطنتی سوق داده بود. این صحنه هواداران سلطان ادریس را در سال 1952 نشان می‌دهد. هرچند روی پارچه نوشته بزرگ آنان نوشته حفظ الله ملک، یعنی خدا پادشاه را حفظ کند، اما خدا چنین کاری نکرد. 17 سال و 251 روز پس از آغاز سلطنت ادریس اول، در روز اول سپتامبر 1969 حکومت او سرنگون شد. هنگامی که سلطان ادریس در خارج از کشور به سر می برد، گروهی کوچک از افسران ارتش به رهبری یک افسر 27 ساله کودتایی بدون خونریزی را انجام دادند. هرچند سلطان ادریس از اریکه قدرت کنار گذاشته شد، اما دست کم شاید دلش به این خوش شد که تنها پادشاه تمامی تاریخ لیبی بوده است. آن افسر جوان خود زمام قدرت را به دست گرفت. نام او برای 42 سال آینده تاریخ لیبی را تحت تأثیر قرار داد، نامی که هرچند در ابتدا برای مردم رهاگشته از سلطه نظام سلطنتی خوشایند بود، اما به زودی به نامی دهشتناک تبدیل گشت. سرهنگ معمر قذافی. نظام سلطنتی به جمهوری سوسیالیستی تغییر کرد و قذافی به عنوان رئیس جمهور همیشگی این جمهوری معرفی شد. پایگاه‌های خارجی در خاک لیبی نیز برچیده شد. به زودی سرکوب مخالفان اوج گرفت. زندان، شکنجه و اعدام از پایه‌های حکومت قذافی شدند.